خانم شد، بسیار از بینندگان ما از شما سوال کردن، وقتی من اعلام کردم با شما مصاحبه خواهم داشت، از شما خواستن که توضیح بدید اگر ممکنه که در زندان در اوین با شما چگونه رفتار میشد، بازجویی ها چه شکلی در واقع از شما صورت میگیره و چه از شما میخواستن در این بازجویی ها. Well, as you stated, I was in solitary confinement. من البته در سلول انفرادی بودم. تنها مدت‌های کوتاهی رو میتونستیم در بخش هواخوری، در واقع به سبب برای هواخوری بریم بیرون. به اتفاق دوستم و نامزدم جوش و الکس، و هیچ اطلاعی در مورد این ندارم که دیگران در واقع چگونه اونجا حبس میکشند. و البته خب نوع برخورد یا نوع در واقع شرایطی که برای ما فراهم شد یه شاید متفاوت بود از لحاظ زندانبان ها و ماموران زندان و غیره، اما در مجموع میتونم بگم که ایرانی هایی که ما باشون برخورد کردیم ایرانی های خوش برخورد و مهربانی بودند و در حال کسانی بودند که حتی حاضر بودند که دست منو بگیرن، با من حرف بزنند. در مورد دین صحبت می‌کردیم، در مورد تفاوت‌های فرهنگی صحبت می‌کردیم، در مورد اسلام سخن می‌گفتیم و به هر حال همواره به این نتیجه می‌رسیدیم که به رغم تفاوت‌های فرهنگی همواره و به رغم تفاوت‌های فراوان دینی موارد مشترک اخلاقی وجود داره، مشترکات انسانی وجود داره. در مورد اینها به هر حال من تونستم بسیاری صحبت‌های بسیاری داشته باشم اونجا، و البته شین و جاش همیشه اونجا برای من بودن. وقتی که زمانهای کوتاهی بود که با هم میتونستیم زمانی بگذرونیم، به هر حال باعث تسلای من بودند. من نمیدونم الان آیا بتونم باهاشون حرف بزنم، آیا وقت دیگری باشه که بتونم حتی ببینمشون، آیا نامه‌ای که برای اونها یا نامه‌هایی که برای اونها بفرستم به دستشون میرسه یا نه. هیچ کدوم از اینها برای من اکنون روشن نیست، و طبیعی است که بسیاری از این موارد در گرو شکل و شرایط رابطه‌ای خواهد بود که میان ایران و ایالات متحده ادامه داشته باشه. خانم شورت، شما ایران مطرح می‌کرد که به دلیل بیماری که شما داشتید مسئله احتمال سرطان سینه مطرح بوده، شما رو آزاد کردن. وضع سلامتی شما الان چگونه است؟ البته من توضیح میدم در این مورد. مشکل سلامتی من در زندان این بود که مدت بسیاری سپری شد تا اینکه تونستم بالاخره با پزشکی تونست منو معاینه بکنه، و سوالهای بسیاری داشتن، ولی خب مدت خیلی زیادی طول کشید تا تونستم با پزشکی ملاقات بکنم تا اینکه بالاخره تونستن منو معاینه بکنند، و نگرانی و پرسش بسیاری در این زمینه برام مطرح بود تا اینکه به عمان رسیدم و تحت معاینه پزشکی قرار گرفتم، و اونجا پزشکان به من گفتند که خوشبختانه مشکل من مشکل جدی نیست، فقط باید همچنان تحت کنترل و نظارت قرار داشته باشه، و از این جهت خیال منو راحت کردند و البته من خیلی خوشحالم از این نظر. خانم مشور، دو سوال کوتاه دارم اگه لطف کنید فرصت باقی مونده پاسخ بدید. بحث‌های بسیاری شده بود که مجله نیشن هم گزارش منتشر کرد که شما رو در آن سوی مرز دستگیر کردند و به زور وارد ایران کردند. در این مورد توضیح بدید که چه اتفاق افتاد زمان دستگیری شما، و اینکه شما گفتید اگر لازم باشه به ایران برمیگردید برای اثبات آزادی خودتون و بیگناهی خودتون و دوستانتون. آیا انقدر به سیستم قضایی ایران اعتماد دارید که چنین کاری رو انجام بدی؟ خب من هیچ راهی برام وجود نداره که بفهمم که دقیقاً در زمان دستگیری ما چه اتفاقی افتاد. ما داشتیم راه می‌رفتیم، مشغول کوهنوردی بودیم، راه رفتن بودیم، و همون اطراف در واقع مرز عراق بودیم، پشت مرز عراق بودیم، و صدها خانواده کرد همونجا اردوگاهشون هست، محل زندگیشون هست. بسیاری استفاده می‌کنند، بسیاری از ملیت‌های مختلف که همونجا
اونجا در واقع استفاده میکنن از اون منطقه برای کوهنوردی یا برای راه رفتن. مدتی بعد پس از چند ساعت بدون اینکه ما اصلا متوجه این باشیم که اگر نزدیک مرز ایران هستیم، واقعا اگر این درست هست نزدیک مرز ایران هستیم، فقط چند تا سربازی تعدادی سرباز دیدیم ولی هیچ گونه علامتی، هیچ تابلوی، هیچ ایست بازرسی، هیچ پرچمی وجود نداشت و هیچ چیزی که نشانه از اون داشته باشد که اینجا مرز ایران آغاز می شود یا اینجا مرز ایران است وجود نداشت. به این دلیل است که ما اصلاً متوجه چنین چیزی نشدیم. اگر هم ما احیاناً به طور اتفاقی از مرز عبور کرده ایم و به طور غیرقانونی این کار رو انجام داده ایم، قطعاً به طور تصادفی بوده، به هیچ وجه قصد نداشتیم این کار رو بکنیم و از این بابت بسیار متاسف هستیم. هرگز قصدمون انجام کار غیرقانونی نبوده و ما واقعاً امیدواریم که سیستم قضایی ایران به هر حال این همدردی رو با ما داشته باشه و متوجه این باشه که ما هرگز نخواستیم تعمدن چنین شرایط دشواری رو برای خود و خانواده هامون به وجود بیاریم. خانم شورا، شما فارسی بلدی صحبت بکنی؟ خیلی کم، یه کمی در زندان از زندانبانان یاد گرفتم. فرصت خیلی کوتاهی داریم، اگر نکته‌ای دارید با مردم ایران یا با شین و جاش میخواد در میون بگذارید در پایان این گفتگو. Of course. البته. I would just like to say to من فقط دلم می‌خواهد که به مردم ایران بگویم که از اونها خیلی متشکر هستم به خاطر حمایتشون و از اونها دعوت می‌کنم که به تلاش‌های خودشون ادامه بدن برای نزدیک‌تر شدن به آمریکا و آمریکاییان. آمریکاییان بسیاری هستن در این کشور که دلشان می‌خواهد که روابط نزدیک‌تری میان دو کشور برقرار شود. من، شین و جاش به هیچ وجه هیچ گونه احساس خصومتی نسبت به ایرانیان نداریم و همه ما بسیار امیدوار هستیم به آینده و بسیار مثبت اندیشانه به آینده می نگریم و من فکر می کنم که کمترین کاری که ما می تونیم بکنیم این هست که تلاش بکنیم که برای بهبود این روابط تلاش کنیم. تشکر می کنم از شما خانم استرا شورت. به امید آزادی هرچه زودتر شین و جاش. Thank you. و تشکر از خانم مهناز صمیمی و آقای هومان بختیار برای برگردان این گفتگو.